قبل از همه من در اینجا صحبت خب وکیل پارلمان سید جعفر عثمانزاده را میبینیم، یک پهلوی خورچه، و در این مسئله صحبت های دوم میتیم و اصل قضیه را برای شما روشن میکنیم. مرحمت اید مردک، خوب چی میگه؟ مثلا تحلیلگران امریکایی هم تحلیل کرده بودند که سین و سالی که منفیت های بلند افکتیو نیست، یعنی و چیزی بیشتر داره، این از همون 50 سالگی پیدا می شود. یعنی سین و سالی که اصلا منفیت های ملی را می شناسه و دزدی را کم میکنه و غارت را کم میکنه و بخاطر ملت یا که مردم تاجیکستان کار میکنه یا که مردم کدام میتخ کار میکنه، او سین سال 50 ساله است. این مردک میگه که یا که همه موی سفید هم دیگه، همون رحمانو و میگه همون سینو سولو میفهمن، همون سینو سولوی که از 50 بالا از دیگه همه میفهمن. من شخصا نمیفهمم برنامه رحمانو فهم نمیفهمم، برای که برنامه است چی است؟ روبر کشور میره در خونه یک از چای قرتو شکرو شیر برنج خوردی، پیاز دوا خوردی، سیادونه خوردی، شلدرمه میگه با شلدرمه است یا چیز دیگه، اون را ریزه میکنه برای زنال خزو پزی یاد میتیه. او را من نمیفهم که چی برنامه رو برای کشور هست. این مرده که خوب میگه که از همون 50 سال بالا میفهمد. خب یعنی یک دوره که شخصیت میتونه تحلیل کند، میتونه قرار را با منفیت های همه در نظر داشته، همه مشکلات رو چی دولتی و چی شخصی و دیگرش باید قبول کند. دیگر اینکه شخصان جوان باید سالها اقلا 10-20 سال کار کنند. هرچند که میخواستم که این بچاره را گمید پسایی نکنم، یکی نشد، یکی نشد. مردا که خوبه لاقل یک تا وکیلی پارلمانی که هم تلاگ همون کلا و سالا دارو میبرو یک بعض رسانه ها دا گب میزنه، همی بود که امیر هم دیگر باید بگیم دا. این میگه که نسلی که لاقل 15-20 سال سابقه کاری داشته باشه و سین سالش از 50 بالا باشه که درست تحلیل بکنه. خوب گوش کنید، یعنی درست سیاست مدار عاقل باشه، ده با عبارهی عمود قانونیش بگیرین، سیاست مدار عاقل باشه، باید عمود صلاحیت خودشون رو نشان دهند. بچی کار قادرن. خب من باری دیگر، باید که همون نفر دل در بین مردم باشه، زبان دام باشه، گنگ نباشه مثل شهر دارید شنبه نه، و بچی صلاحیت قادر است. آیا تصمیم گیرنده هست؟ بیای رستمی رحمانو، حتی رستمی رحمانوف معاون خودش عوض کرده نمیتونه. چند مدت پیش معاون یکی از ناحیه های شهر دوشنبه را با فکری پدرش، یعنی که رحمانوف تصمیم میگیره عوض میکنه، او اصلا خودش یگان صلاحیتی نداره، او اصلا فرق نمیکنه که کی سیاست مدار است، کی اقتصاددان است، کی فرهنگدان است، کی فیلسوف است، کی خب دیگر تاریخ شناس است، نمیدونه، برای علم نداره. ما اشکال میگم علم نداره. و این مردک خوب میگه که شخصی عاقل باید که یک 15-20 سال در نهادهای درست کار کرده باشه، فکر داشته باشه. برای ما یک برنامه شهرداری دوشنبه شخصیت دومی کشور را بیارین که یگان برنامه مفصل برای مردم پیاده کردگی است. در همین کدام رسانه هست لااقل 10 دقیقه همون نفر برآمده باشه در روپروی دوربین برنامه 5 ساله شهر دوشنبه را گپ زده باشه. کرده است همین چیزا؟ نکرده است. همین مردک نداره، راست میگه همین مردک، همین مردک در همین جا راست میگه که همین یک جوان یک کودک که شما آوردین در بالای سری ما رهبر موندین عقلی تصمیم گیری نداره. ای رحمان تو چی کار کردی؟ میگه این مردک خوب نمیتونه آشکار بگه که بخدا ولا بچه شرمنده این گفته، نمیتونه، نمیگه که باور که دیمونه همو که مسخره بازمون کرده، نمیتونه گفته این مردک خوب. این مردک خوب کم کم سیاست مداره همه فهمه، با زبان سیاسی میگه که اوه همین یک گودک نمیتونه دیگر همین جامعه را پیش بره، بیچاره نخونده است، تو کجا امر را رهبر کردی؟ این مرد اگه همین گپ میگه، ما که زبان را خوب میفهمم، او خاطر هم میدونم که دلش همین آرمانش همین است که ای بخدا خودم شرمنده کردین. نمیتونه اون مردک تصمیم گرفته، تصمیم گیر نیست، هیچ صلاحیتی نداره. چی پیشنهاد میکنن، چی تغییراتی کرده میتوانن اگر آنها در یک سطح ملکه مثلا دانش خودشان رو پیشنهاد کرده بتوانن که نمین این همی خیلی مثلا جوانی با سواد و بسیار فرهنگ و مثلا متخصیص جای خود است، در کدوم بزرد نیست که مثلا این خیلی متخصص راه نمیتن. حالا ببینید پریزیدنت های بعضی کشورها از جمله فرانسه، آستریا مثلا تا 50 ساله نیستن،
پس این یعنی چی است؟ ببینید ما با فرانسه و انگلیسون اکی ما با او کار نداریم او اکی بیو اکی دامه پورمون اکی خب این همین صحبت جالب شدیم بود میگذاریم پهلوی دیگری مثلا این مرده که خوب همین درد دلش گفته که باور که برادرها حکم را بفهمیم بالای سری مده یک کسایی رو بران که دیگر را همه را شرمنده کریم خب موضوع این چی بود که برای چی ما گفتم که این مردک میگه که یک نفری که کم ترک خب سابقه کاری نداشته تصمیم درست گرفتن نمیتونه بله واقعا شهردار دوشنبه از زمانی که شهردار دوشنبه است به اندازه فساد کرده از تاجیکستان به اندازه همون زیباگی دوشنبه را با چهار باغی که ساخته است باقی مونده بناهای تاریخی خب قصری کونه پرزیدنت که در اونجا بهترین تصمیم ها گرفته شد واقعا یک جای تاریخی بود یک جای خب دیدنی با بود یک جایی بود که صد ساله ها باید میموند دیگران میومدن از اونجا از اون معماری و نظارت میکردن تجربه میگرفتن این نفر دخاگ یکسانش کرد جای دیگر مرکزی تحقیقات استراتژی نزد پرزیدنت جمهوری تاجیکستان عکس بگذاریم این بنا جایگیر است در نزد خب پارلمان کشور که عین حال قرار دارد در اینجا غیر از اونه که مرکزی تحقیقات استراتژی نزدی پرزیدنت باشه باز هم سه نهاد دیگر جایگیر است یکم خود همین مرکزی که من ذکر کردم دویم کمیته سیاحی و توریست سیم خوار مرکزش چهارم مرکز اسلام شناسی چهار تا کارخانه در داخل این بنا جایگیر است که این بنا نه طبقه دارد از نه طبقه عبارت است تصمیم چی است؟ بخاطر که برای شهردار دوشنبه ارکای اوتا نزدیک به کاری دیگر باشه ای چور بینورا ای بینورا ای چور نیهوتا بیرون کردن و باید با طوری باید شاید ای بینورا تعمیر بکنن شهردار دوشنبه بیا یک مدتی معین تا ساختن بنای حکومت که با نرخ چندی میلیون با پول قرض ساخته استیان دریجه او مرده کار بکنه یکی از سببهاش به خاطر امنیتی او بچه هست که بسار در کوچه ها نگرده که با یکم کس گوشه نکشه کودک از دیگه اوخه بیچوره دیگر هر یک شرینه را از که میخواهش با او خاطر این بنا باید با میلیون ها سامانی تعمیر کرده شود در همین شرایطی بحران اقتصادی آیا همین تصمیم درست است؟ انا برمیگردیم به سخن سید جعفر عثمان‌زاده که اون نفر میگه که کادر جوان تصمیم درست گرفتن نمیتونه طبیعی است که با ناز و با تبدیل اون نفر ساخته میشود عین حال این بنا در حالتی کشوندن بار قرار دارد مرکز تحقیقات استراتژی یکی از مرکزهای از همه مهم در جامعه است در تمام کشورهای دنیا این مرکز مزگ دولت میگن ایران مزگ است جای کار کردن مسئله اقتصادی مسئله خواب تجارتی مسئله تصمیم های درست در این مرکز گرفته میشود با پرزیدنت پیشنهاد کرده میشود از سال 2005 تا سال 2011 خطا نکنم سهراب شریف بود رهبر این مرکز و برنامه 30 سال تا 30 سال تا سال 2030 یکی از برنامه های بسیار خوبه کی صحبت که با یکی از خوب نفرایی که در این نهاد کار میکنه داشتیم پیشنهاد کرده بود بسیار خوب بسیار برنامه خوب بود اما با بعضی سبب های اون نفر از دنیا گذشت مرگ او هیچ مرگی طبیعی نبود او را خب همگی میدونه که در کدام حالت تمام اون منتقدانی که رحمانوف خب کمی باش حرف میزنه یا که در پارلمان اونها با یک اصول کشته میشون کسلی رک من نمیدونم این مود از تاجیکستان هر کسی کسلی رک میشه کشته میشه هر کسی که یکم تصمیم درست میگیره کسلی رک میشه میمیره این بود و بنای خیلی همی مرکز تحقیقات استراتژی 7 رای و 100 داره و قریب 100 نفر کار میکنه در 7 رای و 100 عادتا کار اینها در شب و روز همه افسانه هایی که رحمانوف در منطقه ها میخونه همو هستن اون همه افسانه های را مینویسن میکنن ایدی کدو در برنامه ایدی نوروز جشن سالیت یعنی کاری اساسی را از دفتر پرزیدنت تماس میگیرن براشون میگن که در جشن کدو معروضه اومده تمام کار این نهاد همیشه دیگه است وگرنه در قزاقستان این نهاد خیلی یک نهاد مهم است و در دیگه در تمام کشورها قریب است نقطه مهمی است که در داخل خب
دزدیست شروع شده است. تمامی تصور کنید در نه اتاج همه ایجا یک کامپیوتر داره و خب در و ترزه و شکاف و همه چیز داره. دزدی در حالتی خیلی بالا سوره داره و هر کسی که تفتیش می بیاد چه از پلاته حساب و چه از کروپسیا فرمان شهردار رستم است، باید جرا خودی کنیم. هیچ نظارت نیست، سپیسیت کردن شروع شده است. طبیعی است که بینایی نبیه که وقتی اینا میگذرن اونجا یکی از بینایی که خب خیلی این مرکزی تدخل استراتیگی باید بگذره، اونجا یک حالت خراب آور است و باید باز هم با میلیون های دیگر اونجا تعمیر کرده شود. یک بار نظر کنید مصرف های پوچ و بیمانی را ببینید. ای مردم، شما از راهبری شهر دوشنبه یک جنتلمن یک گره نمیتروچه که او جوانی روش است، تصمیم گیرنده است، زور است، خب این است، آن است. این خسارات که این نفر در بودجه کشور میوره یکام نهاده نمیوره. یک فرزندی رحمانوف هر کاری میکنه در داخل شهر دوشنبه انجام میده. یک فرزندی رحمانوف وگرنه برای 3 سال این قدر تعمیر قدر مصرف چی لازم؟ این بینا که کار میکرد، این بینا که خب زیاده از 300-400 نفر در داخلش کار فعالیت میکرد، از معاش میگرفتن. آیا همه چیز منطقی بود؟ همه چیز منطقی است؟ من حیران هستم در همو مسئولانی که خب در همین مرکز کار میکنن. شما میدونید که هیچ قدری ندارین. در همه حالت میتونن که شما رو از همین مرکز گیرن در بیرون بشپند، در بیرون رمانتان کنن گوان برین. چخیلی که این حال حتی تصور کنید که این افر همین نهاد برای برودن براشان ماشین دولتی براشان نمیتیم. میگه هر کسی که طوری که میخواییم برین اداراتون خالی کنید، تست کنید که خب دیجا باید بینای شهردار ساخته شود. گر هیچ جایی گه برای شما نیست. من این معلومات ها را آن چیزی که از داخل گرفتیم برای تون رسوندم و از تمام روزنامه نگارا و خب شخصانی که تحقیق خود میگذارید مرحمت برین یک بار بوم بزنید. حتی در این مسئله ردای رسانه خاور گفته بود سبب کوچ بستن همین بینا را گفته بود که خب مرکز تحقیقات استراتژی جوشا ایواز میکنه، جوشا ایواز میکنه و سببش هم گفته بود. سبب یعنی سببش نگفت که برای شهردار، برای رستم امام علی بچه کلون خونه، یعنی که چی میسوزنه جای کار که از پارلمان باید داخل شدنش بسیار راحت باشه. ای از دیگر زندگی او، ای از دیگر کلونی خونه، شفی خونه و چه یرکه.